خوش آمدین به برنامه دیگدان و تنور و خوشحال هستم که باز هم با شما هستم و هر جایی که هستین امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین. من امروز آمدیم در ولایت کاپیسا هستم. ولایت کاپیسا یکی از ولایت‌های زیبای افغانستان می باشد که در قسمت مرکزی کشور قرار گرفته است که با ولایت پنجشیر از شمال، ولایت پروان از غرب و با ولایت لغمان و کابل در جنوب همسایه می باشد. و مرکز این ولایت صیاد است و من هم فعلا در صیاد هستم و صیاد به معنی شکارچی هست. صیاد یکی از جاهای بسیار مقبول افغانستان هست، دریای بسیار مقبول داره، کوههای بسیار زیبا داره و هوای بسیار صاف و مقبول داره. و همچنان دوستان هم هموطنان ما از ولایات و بخصوص از کابل بسیار زیاد به میله به اینجا میآیند و میله میکنند به دوستان و فامیل خودان. و غذای اینجا بسیار مشهور است، غذای خیلی مزه‌دار داره و بخصوص که غذایی که اینجا خیلی مشهور است ماهی هست که ماهی را بسیار خوب پخته میکنند و بسیار مزه خاص داره. و بخصوص وقتی که گرمی میباشه ماهی البته خورده نمیشه اونقدر زیاد، اما وقتی که به صیاد میایم وقتی که ماهی میخوره در فصل گرمی هم یک مزه خاص داره. و ما هم امروز علاقمند شدیم که بیایم بس صیاد و ماهی بخورم. پس ما همراه باشید تا داخل دقایق اخیر برنامه و حال میریم طرف ماهی پزی. بله دوستا و حال من جای هستم که اینجا دوستا و فامیلا میان به طرف راست دست چپک میبرین، جای هست برای فامیلا و دوستا وقتی که برای میله میان به اینجا. و همچنان رستوران های بسیار زیادی هست اینجا که ما هم یک رستوران و ماهی پزی اینجا پیدا کردیم که بسیار مشهور است و کسی که ماهی پزی میکنم او از قنداغا و میرم به طرف قنداغا به طرف ماهی پزی و ببینیم که قنداغا بر ما کدام ماهی را پخته میکنه. با ما همراه باشید. به به چی یک ماهی بویه. استاد سلام. وعلیکم سلام، خوش آمدید. خیلی آمدید، قراری است، خیر خیرت است. امی است استاد قنداغا ماهی پس. خوب هستین؟ ماهی را که پخته میکنین؟ از این مشتری های دیگه ما هست. مشتری ها آمدن؟ مشتری ها سوشتین ها. مهمان ها از کابل آمدن هست. از کابل آمدن؟ بله. فکر مهمان ها از کابل زیاد میانی برای ماهی پس؟ بسیار زیاد میان. وقت توت هست بسیار مهمان داری هست. بله، فصل توت هست. فصل میواست و فصل ماهی. بله، بله. خب قنداغا بر ما آلا ماهی مصروف هستیم؟ بله. آلا ماهی پزی میکنه و بعضی بر ما هم یک ماهی پخته میکنه. نایتون که کدام ماهی را پخته میکنه؟ همین ماهی که پخته شد برای شما هم یک ماهی تازه اساس جور میکنه. ماهی خود سیاد را بر کن جور میکنه. بسیار خب ویترا جان آمده است ماهی ما. از مشتری ها را جور کردیم. اینال برای خودتان چقدر ماهی جور کنیم؟ بیا که ماهی ها را نشامتان بتیم. بله. ماهی را در فریزر است سیل میکنم. بله. یک خوبی داره که بله. هر کسی که اینجا می هر فامیلی که می ماهی را خودشان انتخاب میکنه. بله یا همه طور است ها. با دید خودتان انتخاب میکنه ما براتون پخته میکنه. بله. خب ماهی کلان هم است. قنداغا جان میگه که چند نوع ماهی داریم، کدام ماهی ها هست برام نشان میده. ما سه نوع ماهی داریم. یکی ماهی های فارمی است که کلان است، این اندازه است یا کلان است. بله، مثلا میگه که ماهی فارمی است یا فارمی است. در فارم حتما دارین. بله، در این منطقه فارم داریم. او یعنی ماهی وطنی است، دریا از خود منطقه است. بله. او یک قسم ماهی دیگه هم ما داریم. خب این ماهی از این دریای صیاد میگیرین؟ بله، یا از این منطقه گرفته میشه. بله. این ماهی ماهی گیراس مرا ما میگیرن میارن. خیلی خب. این ماهی کلان کیلوی چند هستن؟ یا کیلوی 350 روپیه. 350 روپیه. و این ماهی وطنی ما؟ وطنی ما 400 میاد. 400. با یک قسم ماهی دیگه هم داریم. خب این 300 و 400. بله. بسیار خب. ماهی یک قسم دیگه هم داریم که برای ماهی بخار است، وطنی دریایی است. ماهی بخار. بله، و این فریزر از دوستا که مایا در نگهداری میشه. بله، سرد و منظم سرد باشه، یخ برشان میگیریم که سرد باشن. تازه تازه کار میکنیم، زیاد هم نمیگیریم. خیلی خوب. این مایای ما که است، این مایای شیر مایی برش میگه بخار. مایی است که خار نداره. مایی بسیار خوش میاد. خوردنش یک کیف میکنم. بسیار مزه دار مایی است. بسیار مزه دار است. از کدامش برای شما جور کنیم؟ بله. خب بر ما از این مایی پخته بگو، اما این کیلو چند است؟ یا کیلوش میاد 400. 400. برابر ماهی وطنی است؟ یا وطنی است یا منطقه هر دوش یک قیمت است. تنها فارمی ما 350 است، دیگه وطنی 400 است. بله، ماهی مزدار کم قیمت بر است. خب حالا بر ما انا خود یک کارت قنداغا. بله. بر ما ماهی تازه از دریا میشه بر ما بکشی بگیریم؟ چرا نمیشه، ما ماهی گیر داریم برات میتلمش روانش میکنم ماهی تازه برات بگیره. خیلی خوب. ماهی زنده قنداغا بر ما ماهی گیر میخواه و بعد از میریم ماهی میگیریم از دریا. یک لذت خاص داره ما باشین و بعد هم ماهی را پخته میکنیم و میخواه. ما در خدمتتان هستیم. بله. و نگفتن آفاد بذاشت که سیاد یکی از جای تاریخی میله در افغانستان است. وقتی که مردم به اینجا میان برای میله
بازی بسیار زیادی انجام میتونن، مثلا بازی میکنن، والیبال میکنن، تخم جنگی میکنن و همچنان اسب سواری میکنن و غیره بازی ها اینجا انجام میتونن. سلام علیکم. حمید الله جان ماهیگیر مشهور ترین سیاد. بله، ما رو بسیار منتظر مانده نیم. بله، ماهیگیری است که در طول تا سال میشه که همین مسلک شد. بله. اینا براتون آوردم بش که ماهی زنده را بیاره که ایجا بخیر مال شما پخته کنید، تازه خوب ماهی روغن هم نرو کنیم، یک ماهی بیتون بزن که کیف کنیم. هم تو قند کنم. بسیار مزدار بود. خیلی خوب. حمید الله جان ماهیگیری بسیار مشهور است در سیاد و اینه برای ما قنداغا مدفکت میریم بخواه طرف ماهیگیری که ماهی خوبش نازک نازک و مقبول نقبوله بد مانده. انشالله میریم از دریا، از پایین دریا میگیم. اگر خوبش بودم دریا زمن دوزن سایی؟ درست هست. خیلی خوب. ما را همراهی کریم؟ کدام بسایم بریم جان؟ زنده باشیم، بریم بخیر بگیر. ما میریم بخواه طرف ماهی گیریم. بریم. علی جان، علی کجا هست؟ چقدر راه بود؟ این دیگه منطقه آخر دریای سیاد است. در این منطقه کلان شدیم؟ بله بله، در این منطقه کلان شدیم. و خدا را شکر از اگر بهترین جای است. ماهی بگی، پختک و بخو، اوای مقبول، جای مقبوله؟ بله بله. واقعیت جای لذت بخش از سیاد دیگه. بسیار مقبول است، من سر خوشم آمد دارم. بیا بیا، نبیفتی. نبیفتی را بان، ای بوتای مرچی جور کردن. میخواییم بوتای نو مرسای کنین یک دفعه ببینین که بوتای نو سو چه مرچی جور شده. خب، خیر، با خدا را مایی میره، مشکل نیست، همتایی سمید؟ بله، بله. بسیار را دور بود، بالاخر رسیم به جایی که میخواستیم، آمی جان میخوایی که در چوب بکنم تو نیست؟ بله، چوب بخاطر چی میکنی؟ بخاطر از اینکه تو را نوک تو را بند کنم و لب او، او نبریش. من خسد را بند بتیم، بخواه چوب بکنم، باز بریم بخسیست؟ درست، میدونم. چاو نبرید؟ امیخه خورترک؟ آقا پینز اینجا چخ میکنمش. و همه جان بر ما میگه بعضی چی میکنیم؟ ما دیگه تو را آوردیم در جایی که ماهی خیلی زیاف است، در اینجا ماهی گیری میخواییم بکنیم. سیاد زیبا و مقبول کست، همین جایش کست هم ماهی بسیار زیاد میباشه، همون تو رسنیم؟ بله بله. از اون خطر ما هم قرار آمدیم. بسیار بله. بریم بخیر همه جان چی کنیم؟ بریم ماهی گیری را شروع کنیم بخیر. خدا دیگه همینجا استاد باش. داخل نبرم؟ نه نه همینجا داخل. باش کال بیا کم پیش بیا کم پیش بیا بیا اگه او بردیم ما کلت کار دارم نمی برا برو اینجا هم کما نیمه دوام مفتی دیم میگم برا او نایی برا بخی که مایی که خراب کردیم تو رو چی کنم که او بردیم حالا حالا تیاری گفتیم ما قطر دوست داریم ما که او نبرید نه دوست داریم از وقت میکنه بره تو از کم پسر برو بس برو بخ خب این شروع تو کدی؟ بخاطر از اینکه توره دیگه اینجا میشونیم برای یک ده دقیقه توره میشونیم که مایا را بگیره باز میکشیم او بسیار سرد است و حال هم تور ما بسته کردیم و اون قسمی که خود امی جان یاد داره تور بسته کرد و منتظر هستیم که مایی ها گرفته شد و خدا کنه دیگه بخیر که چند مایی بگیریم مایی هم تو خوبش خوبش مایی شیرک گفته بودیم نیم از اون مایی بگیریم بخیر دیگه باز بخوریم بخیر دیگه مزیش قسم هسته برای ده دقیقه انشالله مایی میگیریم بله ما بر ده دقیقه بخیر منتظر هستیم تا اینکه مایی را بگیریم و شما هم منتظر بمین تا ده دقیقه دیگه ا
واقعا که بسیار یک جای مقبول است و فضای بسیار مقبول است. افغانستان بسیار جای مقبول داره دوستا و جایتان خالی است و کسایی که مسافر هستند دیگه شما میتونید که دین به کشور خودتان و هم تو جای مقبول از نزدیک ببینین که لذت خاص داره. همتون نیست امی جان؟ بله. امی جان چند سال هستی؟ 25 هستم. 25. فکر میکنم 21 یا 22 باشی ها؟ اما خواهش به نظر معلوم میشه ولی در اصل 25-24. این به خاطر گفتم که که هوای آزاد آدم جوانتر نگاه میکنه، یعنی دریا و امی غذای خوبش که میجه هستیم؟ بله خیلی خوب. امی جانم 25 سال است و امی جا زندگی میکنه، امی خود سیاد در خود سیاد میباشینیم. بله و فکر میکنم در دقیقه من پوره شدم برای اینکه بریم باید ما یا گرفتی یا نه گرفته شده یا نگرفته بریم توکل به خدا دیگه توکل ما به خدا دیگه اگه نشده بود در دریا غرقت میکنم خب بریم بخیر بسم الله گفتم که بخیر دیگه ماهی گرفته باشی من بدون خوردن ماهی من کابل نمیرم باید بخورم برم اگه نشد باز میشینیم شب خانه شما مهمان میباشم با صبح میرم صحیح واه 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 اگه کسی بنجه میبینم یک چک چک وقتی که یک چیزا که دستاورد میداشته باشی واقعا که خوشحال میشی من اولین دستاوردی بس که قدر خوشحال است اینا بخیر چه قسم میکنیم؟ اینا دوستا شما ببینیم که مایا گرفته شده و اما مایا که ما میخواستیم البته نه همه ترسیم جان شیمایی وطنی دریای سیات دریای وطن خود ما کشور خود ما دیگر بسیار خوبش بله یارا بگیریم که مایا از پیش ما نگریزه حالا جگر خون ما نکنه پس نمیندازیم بیا خود کار خودت میفهمی خود امرای کم خب بله دوستا او بگیر جان بسرک باش که من چی میگم بانش خب خود امی جان مایا رو میکشم و باز بعضی کار ما تمام است نیم؟ بله بله اینه دوستان مایی که ما میخواستیم از دریا به دست آوردیم خب و واقعا که بسیار زحمت داره این کار و که مایی گرفتن کار آسان نیست وقتی که بگیری یک احساس خوشحالی میکنی هم دونست امی جان؟ بله و امی جانم 10 سال است که این کارو میکنیم 10 سال است که امی جانم این کارو میکنن از کارت خوش هستیم بله بله صد به صد کس پیاس که واقعا یک کس لذت داره نه تا کس بله. بله خب روز چند نمایی میخوری امید روزانه دیگه ما مایی گیر هستیم هر هر وقت که اشتیاق شامد خدامو دادن دریا نگیرم که نخوریم مایا خب مایی گرفتیم چون وقت مایی گرفتن بسیار زیاد است وقت زیاد میگیره و از این ما قبل میخواستم نشان بدیم که دوستا مایی گرفتن چگونه است و چه قسم مایی گرفته میشه مایی دیگه که در رستوران است اون رو نارا میریم میبینیم و این مایی را یک جای پخته میکنیم و بعضی میگیم که مزه مایی در سیاد چگونه است درست است؟ بریم بخیر بله و بالاخره رسیدیم به امی مایی پزی قنداغا قنداغا سلام خوب هستین بسیار به مشکل و چی میگن بسیار زحمت کشیدیم کالای ما کلند تر شد ما که برم اتمن گرفتم میتونم بسیار سخت نبود بسیار سخت بود یکم مایی گرفتیم چون وقت زیاد میگرفت و قدر وقت نداشتیم یکم مایی گرفتیم آوردیم ایران بگیرن درست کنیم و یکم مایی هم از شیر مایی برای ما یکی دو کیلو بخاطر کمکارای ما هستن اونا هم نوش جان میکنن جور میکنیم برای ما مایی چطور است؟ یعنی خودتان ببینید و سای هستی نظر بدین که شاگردی که تو نیستیم یعنی خوب کلان تو را آوردیم خدا خیر بده امید جانم زحمت هم زیاد کشید و امید جان مایی گیر است نه؟ مایی گیر است خوب مایی گیر مفق است مگه او قدر مایی نگرفته این پنج شهر خب خیر از خب بر مایی مایی یارم درست کن اینه به خود سلایت داری که چی باید بکنی سعیست؟
ماهی وقتی که به ما میرسن ما اینجا اول کشته میشه ماهی توانش میگیم لب دریا پاکداری میشه ششته میشه با اینجا میای اخته میشه اخته میشه مساله مواد زده میشه بعد از اون در روغن انداخته میشه با بله میشه. کدام مواد اختش میکنید؟ مواد یک مساله خاص داره مخصوص برای ماهی است. آب سیده از سرکه است، مساله خشک است برای ماهی در وقت مرچ است، نمک است. آه یه چیزها را داره مساله است. خب آب خورا خیر بدن بسان میکنم و آل چی میکنیم؟ آل دیگه ماهی را پاکواری رایی میکنیم که شوی شد و پاک شد و باز بیارن پختش میکنیم. خیلی خوب آمده شد بخیر. بله. مایای شیرمایی هم مایایی که شما از دریا آورده. آه یعنی مایی از شما بود یعنی مایای شیرمایی خب؟ بله. اینا رو بخیر پختش میکنیم در روغن مندازیمش که یک اساس پخته میکنیم براتون در خوردن آمده شد. باید پخته کنید که میفهمیم از گشنگیز یک کم هستیم یا مزوف کنیم. بله آفرین کنیم. سه بله بسیار مونده شیم. خب منتظر هستیم مگه پخته خوردن هستیم دیگه بسیار یک مزه میته دیگه که مونده باشیم. بسم الله روغن خواد. مایا فعلا داخل کره دولت سرخ شدن است و استاد قنداغا هم اینجا دیگه کار کرده رئیس دم مرگ من که کار کنم نسوزی نه نه بغم باش من لایق هستم نام خدا اینجا که بیایی با سرس داره هم تو نیست اینجا کس او قدر چیز داره اینجا که بیایی ترس داره فکر میکنی که کل روغن بمیدید نشور نده ایره دیگه مایده میشه به حالت دیگه همی تو آرام آرام اینه بچه قال مقاله گرفته فکر میکنه کار پدرش ما گرفته خب ده دقیقه یک ده دقیقه دیگه بخیر آمده میشه براتون میاریمش در ملاب دریا در تخت بشینه که ماهی خوردن در ملاب دریا آمده میشه بله نوبت از بازار میرسه پا چند دقیقه دوستای عزیز شکر از همیتان و سپاس که تا اینجا من همراهی کردین و من هم بالاخره باید از قدر زحمت ها البته که ماهی گرفتم و چقدر کار کردم در ماهی پزی و امروی قنداغا صحبت خیلی خوب داشتم و بالاخره من اینجا آمدم به خود سرخانه اوار کردم در یک جایی که بسیار مقبول است یا فامیلا و دوستا وقتی که ممیله میان در این تک کپک ها هست اینجا میشینند و از اینکه نانم نوشجان میکنند و پرسر من میبینید که چقدر دریای مقبول است و یک منظره بسیار زیبا هست و اینجا واقعا که اوایش بسیار خوبش است و کوههای بسیار مقبول داره جای بسیار سرسبز داره و کسایی که مسافر هستن هموطنای ما دیگه دل شما دیگه او نشه جای شما خالی است شما میتونید بین از این کشور مقبول خود از جایی که زیبا هست دیدن بکنید خب زیاد معرفی نمی کنم من طرف غذا ماهی من اینجا آماده است دوستان میبینید که ماهی شیرک که من انتخاب کرده بودم و ماهی که خودم از دریا گرفتم دو نوه ماهی اینجا است آماده هستم اینو میخورم و اینجا یک ماست بسیار و تو شیرین مزه‌دار است که شما هم میتونید تصویرش ببینید که این ماست بسیار شیرین و مزه‌دار هست مسالجات است اینجا نمک است مرچ سبز است البته مرچ خشک سبز است تند است و مرچ سرخ هم است اینجا که میتونیم امروی ماهی از این استفاده بکنیم و اینجا هم چکنی هست که چکنی رو خودم این ماهی پزی قنداغا جور میکنم گشنیج تازه خشک هستم و کم ماست است و مرچ تازه است کمی که از ماشین میکشم و قسم مخلوطش میکنم بسیار مزدار تون میایم و سالات هم اینجا است مرچ تازه کرم، پیاز، بادرنگ و همچنان باندوجان رومی این هم سالات است و میتونیم کمی نان خود بخوریم و چای سبز خب ما در هر برنامه خود چای سبز با خود می داشته باشیم چون که چای سبزم بسیار دوست دارم و همیشه وقت می خورم خب بسم الله و من طرف ماهی خب می خواهم اول ماهی شیرک بخورم که ماهی شیرک استوان نداره و بسیار نرم و مزه‌دار هست این دوستان شما هم می توانید ببینید که بسیار همه تا مسالش منظم زدگی هست و بسیار مزه‌دار معلوم می شه خب یکم مرس سبزم اضافه می کنم دهش و کم نمک
بسیار مزدار هستم. واقعا که معاشرت که میگن توصیف بسیار زیاد میکردن، من هم خورده بودم و ایک ماییم شیرک در سیاد بخوریدم که یک جای مقبول بخوریم، مزدش بیشتر بیشتر هستم. واقعا که مزدار بود. و این هم مایایی است که ما خود ما از دریا گرفتیم، قزمت کشیدیم تا این مایا را گرفتیم و مثال وقت کار داشت که مایی زیاد بگیریم. خب ما خواستیم چندانه بگیریم، اما خواستیم سوخته کنیم و بخوریم. خب این فکر کنم خار داره کمکیم تا که خارش کشیده بشه و مثال وقت هم بگیرم. خب یکم نمک زیاد اضافه میکنم. بسیار مزدار. سر بزنیم که دوستا زیاد تن خالی نیستیم که از این غذای مزدار و تنم هم استفاده بکنیم. ماست بسیار شیرین. بسیار شیرین مزه دار. واقعا در ولایت از افغانستان از لبنیاتش تعریفی که زیاد میکردن ارزش داره. بخاطر از اینکه لبنیات ولایت افغانستان بسیار مشهور هم است و همه قسم مزدار هم می باشم. دوستان عزیز شکر از که بینده برنامه ما هستین و چنل یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنید، یا تا نره و کامنت ها رو برای ما حتما بگذارید، چون که ما در هر برنامه بعد از هر برنامه ما کامنت شما دوستان رو میخوانیم و حتما مد نظر میگیریم در برنامه بعدی. و لایک یا تا نرم و بینده برنامه دیدن تا تنور همیشه باشید. تشکر از همیتان و تا برنامه دیگر که باز هم یکی از غذای وطن را بر شما معرفی میکنم. همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار باد.